Thank <laughs> you. توی نوتبوک شماره سوم میخوایم به دیت های ارقام فارسی بپردازیم این دیتا که به دیتای خدا معروفه توسط دکتر کبیر توی دانشگاه طبیعت مدرس جمع وری شده و حالا مقاله ای که این دیتا ستو معرفی کرده رو اینجا براتون لینکشو گذاشتم و یه توضیحات خیلی کلی نظیر اینکه کلا چند تا سمپل توش بوده از چه درواقع کنکوری جمع وری شده و چه کارا کردم یه کلیاتی نوشتیم که میتونید اگر علاقه داشتید بخونید اما کلیتش اینه که این دیتا از دیتای کنکور بریده شده اون کوه دافتلبی که بالا در واقع با دقت می نویسن. خیلی در واقع با دقت کراپ شده مثلا تایت کراپ شده خیلی لوزلی کراپ نیست به معنی اینکه اگه یه شیش نوشتم دورش خیلی فضای سفید دیگه ندارم دقیقا دور اون شیش رو من بریدم و این تو قرار دادم و در نهایت لیبلش خورده که هر کاراکتر یا هر رقم چه عددی بوده برای ران کردن این نوت من به این 라이بری ها نیاز دارم که اگر دوست داشتید میتونید این 라이بری ها رو در نهایت ایمپورت کنید یا نصبش کنید نامپای، سایپای، متالاتی و اوپن سی وی دات پایتون یا اوپن سی وی داشت پایتون. نامپای برای اینکه ماتریس های چند بعدی رو می کار کنیم، سایپای یک ابزار ساینتیفیک پایتون یا پایتون برای کارهای علمیه و من اینجا برای فقط لود کردن یک در واقع دیتا فریمی که توی مطلب اکسپورت شده یا یک دیتا تایپی که توی مطلب اکسپورت شده دارم استفاده میکنم متفاداتی برای رسمش و اوپن سی پایتون برای کارهای ریز تصویری که میخوام انجام بدم مثل مثلا ریسایز کردن و سایر چیزها خود اوپن سی یک ابزار خیلی خیلی قوی برای کار با تصویره که خودش یه کورس مجزاست اگر علاقه داشتی تو سایت من هست ولی اینجا من یه کار خیلی ساده ازش میخوام خب بعد از این ایمپورت ها رو انجام دادم گفتم نام و از MPBR، پی ازش آی او رو ایمپورت کن که مخفف اینپوت آوتپوت کار با ورودی خروجی ها که حالا کارهای مختلفی میکنه یکیش لود کردن یک فرمت مطلبی یا سیف کردن یا مثلا ماتریس به فرمت مطلبی متبلاتی مطلب از PLT و کتابخونه اوپن سی و از سی وی تو یا با دستور ایمپورت سی وی تو لود کردم بعد از این کار رفتم یه مت فایلی که توی این پوشه ای دیتا ستم بود در لود کردم اگر در واقع مسیر فایلی که دارم و براتون باز کنم نشون بدم اینجا یه پوشه به نام دیتا سیت داشتم یه پوشه به... یه فایلی به نام مت دارم این فایل مت فایل ترین ست در واقع دیتا که دکتر کبیر اینا تو دانشگاه امی... در واقع تربیت مدرس جمع بری کردن این توی مطلب اکسپورت گرفته شده به خاطر همین فرمتش فرمت دات مت هستش و من اگر بخوام لود کنم با لود مت توی پایتون با سایپای لود میکنم دیتا سیت برای من لود میشه الان دیتا ست رو نمیدونم چیه چون رفته از یه زبون دیگه اکسپورت گرفته شده دیگه توی مطلب یه زبان برنامه‌نویسی پایتون یه چیز دیگه است میخوام ببینم چیه اول قیافش نگاه میکنم میبینم یه دونه در واقع گیومه داره یه دو نقطه داره مطمئن میشم دیتا تایپ دیکشنریه خب من اگه تایپش هم میزدم این خودش به من میگفت که من یه دیکشنری ام خب دیتا تایپ دیکشنری یکی از متد که داره میشه ازش استفاده کرد دات کیزه یعنی کلید ها رو به من نمایش بده میگه کلید هدر ورژن گلوبال دیتا و لیبل دارم قطعا این سه تا وابسته به اکسپورت هایی که توی مطلب شده فایده ای ما نداره این دوتا به کارمون میاد دیتا و لیبل مثلا اگه من بگم دیتا ست کلید لیبلش رو به من نشون بده کل دیتا رو میبینم به نحوی اگه بگم لیبلش هم نشون بده که بالای این نمایش میدم دیتا ست لیبل هاشو به من نشون میده که لیبل ها یه تعداد عدده اگه بزنید شیپ میزنه 60 هزار در یک یعنی من 60 هزار تا پیکسل متفاوت دارم و این لیبل هاشه که کدوم صفر کدوم یک کدوم دو تا کدوم نه من از صفر تا نه یعنی 10 تا لیبل متفاوت میتونم داشته باشم ده نوع لیبل متفاوت و دیتا اگه رو بزنم میگه 60 هزار در یک اینم چرا 60 هزار در یک این در واقع دیتا تایپشون از مطلب اکسپورت گرفته شده خیلی سازگار با کاری که میخوایم بکنیم نیست یه آرایه ای از آرایه هاست شست هزار در یکی که میزنه اگه شایفشو بزنم اون یکا دوباره آراین اگر بیاد مثلا بخوام رسب کنم میگه خب مثلا سفرومی رو نمایش بده میگه سفرومی آرایه است میگم سفرومی صفر رو نمایش بده 60000 در یک دیگه و از اولیشو نشون بده اون 60000 در یک یک که باید همیشه صفر برای اندیسش بذارم اون 60000 میتونم از صفر تا در واقع یه دونه کمتر از 60000 عدد بذارم هر بار یکی رو ببینم مثلا میگم الان اینو به من نشون بده بعد تصویر دومم نشون بده تا تصویر 59999 ها یا حالا نمیشم الان نوشتم مثلا 5999 فجای 59999 که اینجا میبینیم یه سری صفر و 255 تصاویر فضات در واقع باینریه باینری به معنی اینه که گری اسکیل نیست یا صفر یا 255 دیگه بین صفر تا 255 نمیبینم میتونم رسمش کنم با دستور plt.imshow و کالر مپ که تو نوتبوک قبل خوندم برای اینه که بگم صفر سیاه 255 سفیده کالر مپ گری رسمش میکنم و میبینم یه عدد یکه و تمون که انتظار داشتم از رو پیکسل ها هم یه چیزایی میشد فهمید نگاه کنید میگم اینجاها صفر باشه صفر باشه اینجاها به صورت یه قطر از قطر سمت چپ بالا تا پایین یا عالم 255 اومده که اگه رسمش کنم همون عدد 1 رو میبینم دیگه نگاه کنید به صورت قطری یا عالم 255 که سفید اومده میتونم بگم عکس دوم مثلا رسم کنم یه سومین سامپلی که تو دیتا هست یه صفره که اینو اگه رسم کنم اینجا بگم دو اندیس دو میبینم یه چیزایی از اینم مشخصه که صفره این وسطش صفره یعنی سیاه اینجاها 255 یعنی سفید دوباره گوشه ها سیاه حالا هر بار یه اندیس صفرم باید من میدادم چرا این اندیس صفر آزار است دیگه چون فرمت دیتام 60000 در یک بود 60000 در یک دوباره تو هر کدوم یه ماتریس بود اگه بخوام از شر این در یک خراس شم توی ما... نام... نامپای یا ابزار در واقع اندایمنشنال اری ها یه چیز داریم تحت عنوان اسکویز یعنی اون بعدی که یک رو بنداز دور حالا اگر دو در یک در دوی بکن دو در دو اگر ان در ام در یکی بکن ان در ام اگر یک در کا در افی بکن کا در اف اون یک رو میندازه که دیگه اگر این به خاطر حالا اکسپورت ها یه بعد علکی ایجاد شده که تو اندیسته ای هی باید صفر بدیم کاری باش واقعا نداریم و دور بندازم میگم NP دات یا همون چلوندن یه جورایی حالا این شیپش چقدره یه ای از شیپش رو جا گذاشتم میگه 60 ه پس اینجا میتونم بگم np.squeeze در واقع یا خود دیتا مثلا اینجا بذارید خود دیتا رو چاپ کنم دیتا ست دیتاش شیپش رو بهتون میگفتم 60 در یک بود np.squeeze پی شیپش رو بگم 60 ه حالا اگه اینو بذارم اسمش رو نیو دیگه نمیخواد هر بار بگم دو صفر یک صفر ده صفر صد صفر میگم نیو دیتا اون اندیسی که میخوام مثلا اندیس دهم ده هم. به جای ده صفر میگم اندیس دهم ده و خیلی راحت بر من رسم میکنه کلیت دیتا رو اینجا دیدیم حالا اومدم پایین این کارا رو انجام دادم دیتامو اسکویز کردم به همون دلیلی که الان توضیح دادم به چلونه و اون بوده یکش دور بیفته و گفتم دیتا و لیبلش رو نیاز دارم از دیتا و لیبل 60000 تا دیتا دارم تصمیم گرفتم هزارتای تا اولش رو بردارم به عنوان ترین هزار تا 1200 بردارم برای تست و ارزیابی با توجه که به اینکه دیتا خودش شافل شده برخورده نیازی نیست من شافلش کنم و الان من هزار تا دیتا رو برای آموزش برداشتم 200 برای تست و از همه اعداد تو جفت این ست ها وجود داره به صورت در هم یکیشو رسم کرده ایکس ترین آخریش رو رسم کرده و دیده یکه خب توقع عجیبی هم نداشتیم کاری که کرده اومده گفته خب من اگر این عکس رو داشته باشم دارم رسم میکنم شوش هم نزنید رسم میکنه نکته خاصی نداره میتونم بگم PLT Title تایتل تایتلش رو بر من رسم کن و به جای X اورجینال این لیبله لیبل اینجا بود اسمش Y ytrain Y train هم اینجا بذارم و بگم Y ترین 999 رو به من نشون بده که چیه اینجا میزنه یکه اینجا که یه سری اطلاعات در مورد رسم میذاره با یه نقطه ویرگول میتونید بگید نمایش نداره کاری نداره ولی اینجا مثلا حالا بگم هزار و نشون بده یا مثلا 200 نشون بده هزار که نداشت ببخشید دیویست می اولا پیکسل اون 200 نشون میده دوباره من عددشو حالا شانس ما دیویست دوباره یه یکی بود دیویست و ده بیاد ببینیم اینجا مثلا میگه پیکسلام اینه این شیشی که بر من رسم شده یه ماتریس لیبل این که عددش 6 است بالاش بینیم که به من تایتل نشون دادم حالا می‌تونید اینجا بذارید آی و لیبل آیومی و بالاش بگید در واقع آی هم مثلا مساوی 12 و 12 ومی رو برام رسم کن که پایین اومدم همین کار کردم فقط به صورت نوشتاری گفتم لیبل 70مین ایمیج 8 چون چه گفتم 70میو رسم کن که چیز خاصی نیست یه نگاه کنید حالا من اگر بخوام با با این دیتا یک الگوریتم در واقع آموزش در واقع آموزشی یا ترین شونده در واقع ترین کنم یا آموزش بدم یا الگوریتم لرنینگ بیس مثل مثلا کینیر استیبل یا هر چیز دیگه ای که توی سایکیت لرن وجود داره یه قیدی دارم که تعداد پیکسل هم یک یکسان باشه من الان تعداد پیکسل هم یکسان نیست یه یک عکس مثلا 20 خورده ای در 20 خورده ای لیبل داره یکی دیگر مثلا مثلا عکس سیومی یا تصویر سیومی رو ران کنم این 16 17 ای در 16 17 تا داره نه اک تعداد یکسانه نه دایمنشن هاش یکسانه میام همه رو ریسایز میکنم به یه سایز مشخص من تصمیم گرفتم ریسایز کنم به 5 در 5 چرا 5 در 5 نمیدونم شما میخوای 7 در 7 کن 10 در 10 کن 100 در 100 کن فقط اینجا برای اینکه سرعت من بالا بره 5 در 5 کردم آیا وحی منزل شده به من که بعد 5 در 5 کنی نه این چیزهایی که نمیدونیم باید چند در چند بذاریم یا چه عددی بذاریم مثل کیه کی کی نیرس نیبر چند تا همسایه رو در نظر بگیر مثل ریسایز کردن عکس به سایز مشخص اینا رو اصلا بهش میگیم هایپر پارامتر و شما یه دیولپر یک نرم افزار ماشین لرنینگی یا تو شما در واقع محقق الگوریتم ماشین که باید اینا رو با سعی و خطا به دست بیاری باید انقدر آزمایش کنی که اون خوبش رو به دست بیاری که توی نوت ها من برای در واقع کی یک اینیرس نیبر یا آزمایش خطا میکنم بهتون نشون میدم که چه جوری کی مناسب برای مثلا اون پیدا میکنم اما فعل حال گفتم فرض میکنم پنج عدد مناسبی باشه که اینو بعد سعی و خطا کرد برای تمام در واقع ایکس های یا ایمیج هایی که روی ایکس ترین اورجینال هست من هزار تا ایمیج دارم دیگه برای هر هزار ایمیج میام همه ریسایز میکنم به 5 در 5 و برای همه تستا که 200 دارم اینا هم ریسایز میکنم به 5 در 5 در نهایت ایکس ترین 5 در 5 و ایکس تست 5 در 5 رو خروجی میگیرم که اگر رسب کنید این ایکس ترین 5 در 5 سایز در واقع اگه بزنم شده 5 در 5 ایکس ترین خب این لیسته ببخشید چون لیسته من باید یا نامپایش کنم بگم سایزش رو به من بده یا بگم np.shape یعنی خودت نامپای کن بعد شیپش بده از لیست خارجش کن هزار در پنج در پنج چون الان این بالا دارم به لیست میسازم دیگه یه فور میزنم روی این هزار تا هر بار توی این لیست یه دونه پنج در پنج میشه یه لیستی از پنج در پنج ها. حالا نامپایی که میکنی میشه هزار در پنج در پنج نامپایی میشه و برای تستش هم میشه 200 تا 5 در 5 خب و میتونم هر کدوم رو کنم مثلا میگم حالا ایمیج من رو رسم کن اگر ایمیج شماره یکم این باشه میدونستم ایکس ترین اورجینال قبل از در واقع این حرکتی که الان زدم 5 در 5 کردم خب کیفیتش خیلی بیشتر بوده دیگه مثلا اگر نمایش بده این بوده این پنجه الان ببخشید این شده خب اصطلاحا میگیم داون سامپل شده اولا کیفیت کم شده دوما قبلا باینری بود فقط صفر و فقط سیاه فقط در واقع سفید و فقط سیاه یا فقط صفر و فقط 255 داشتیم اما الان اگر این ایمیج رو بخواید نمایش بدم پیکسلاشو گره هم میبینم 51 204 چیزای غیر 255 و صفر که اینجا می گره هم داره چون تو اون الگوریتم ریسایز ما در واقع با یه تقریبی از همسایه ها مقدار رو جایگزین میکنیم وقتی میخوایم در واقع ریسایز کنیم میگه آقا وقتی ریسایز میکنی انقدر از این پیکسل انقدر از این پیکسل باید رنگ ببری یکی سیاه یکی سفید میانگین اون سیاه سفیده بود و وزدارش یه سطح گره ای میفته که حالا ریزه کاری های اینکه ریسایز توی اوپن بیچه جوی پیاده سازی میشه یا توی ایمیج کاری باهاش نداریم فقط میدونیم نهای ری ریسایز کردیم و ای ایجاد شده حالا در نهایت من با عکس مربعی توی الگوریتم ساده در واقع لرن نمیتونم کار کنم هر عکسم الان یه دونه 5 پنج در 5 الگوریتم های سایکید لرنی هم یه فیچر وکتور قبول میکنن یعنی چی میگه اگر هزار تا سمبل داری هزار تا فیچر بده کارهای در واقع کلاسیکی که انجام میدادیم این بود که از عکس فیچر استخراج میکردم الان نمیخوام از این عکس با توجه به سادگیش استخراج ویژگی کنم میگم هر پیکسل به عنوان یه ویژگی باشه و چون عکس چون تایت کراب شده و ساده است عکسام در واقع اعداد عدد خیلی وریشن عجیب غریب نداره پیکسل به عنوان فیچر در نظر میگیرم میگم اگر 5 در 5 باشه کلا 25 تا فیچر داره فیچر شماره 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 تا 25 می که میشه خونه 4 و چار. خونه 0 تا خونه 4 و, و, چار و چار میشه 25 تا دونه پیکسل این کارو با ریشه ای انجام میدم یعنی میگم این x ترین 5 در 5 که 1000 در 5 در 5 رو بکن به تبدیل کن به 1000 در 25 این x در واقع تست 5 در 5 که میشه 200 تا دونه سامپل تست در 5 در 5 رو بکن یا 200 در 25 5 در 5 رو کردم 25 تایی و بعد از این در واقع من الان فرمتیه که سایکیدلر نظام قبول میکنه قبلتر عرض کرده بودم سایکیت لن و ماشین لرنینگ این فرمت رو قبول میکنن نام براف سامپل در نام آف فیچر من هزار سامپل آموزشی ترین 25 ویژگی دارم 200 سامپل آموزشی تست 25 ویژگی یا فیچر دارم اصطلاحا همین چیزهایی که در واقع بیان کردیم اگر بخوایم یک بارم توی در واقع اسلاید ببینیم من یه تصویر بهمون رسیده بود با سایزهای متفاوت چون سایز تصاویر متفاوت بود در اولین گام از ریسایز استفاده کردم و اینها تمش به فرمت یه سایز مشخص مثلا 5 در 5 شدن 5 در 5 که میشدن با توجه به اینکه اگه من این عکس بزرگ رو بخوام 5 در 5 کنم این در واقع پیکسل یه مقدار زیادی از سیاه و یه مقدار کمی از سفید داره یه عکس گری میشه میانگین اینو در نظر بگیرم و یه تصحت گری ایجاد شد اصطلاحاً تصویرم داون گریدم شد رزولوشنش خیلی پایین اومد و در نهایت گفتم من اگر این تا سمپل دارم این تا پنج در پنج به کارم نمیاد این تا 25 تا بعد به کارم میاد که گفتم این پنج در پنج رو میام به صورت یه سری پیکسل در نظر میگیرم که فلت میکنم اصطلاحا ریشیپ میکنم این کار بهش میشه ریشیپ گفتن و ریشیپ 25 تا یعنی کل پیکسل ها رو همینطور که خدمت اینجا تو این انیمیشن دارم نشون میدم بردار و جدا کن و در نهایت اگر برگردیم سراغ نوت ما اینو اینجا به عنوان این فرمول یا با این کار نشون دادیم این منفی یعنی چی توی پایتون من میتونم یه بذارم 1000 تا 25 تا یا بگم خودت بفهم یه عکس 1000 در 5 در 5 پنج به چند در 25 تبدیل میشه میگه خب 1000 در 5 در 5 پنج به 1000 در 25 تبدیل میشه اینو خودش پر کنه یه مثال دیگه بزنم که این منفی هم درک کنید میگم یه ماتریس دارم به نام A np. در واقع مثلا random. .random. این میگم عکس در واقع ماتریس رندوم برام بساز ماتریس رندوم هم باشد مثلا 100 در 250 خب فکر کنم آرگوماناش رو اشتباه دادم میگه ریتن سمپل خب یه لحظه من آرگومانا این رو نگاه کنم خب فکر کنم به صورت ماتریس میدادم. دادم خب شیپ آ رو بزنم صد در 25، پنجا... رو برام ساخته، حالا میخوام بیام ری شیپ مختلف میگم آ صد در ۲۵۰ اولا کلا چند تا آرگومان داره یا چند تا المان داره، نگم آرگومان، المان داره میگم 100 ضرب در 250 تا دونه سمپل داره دیگه یا المان داره این ماتریس 100 در 250 میشه کلا هزار تا المان داره خب حالا بگم اگه آر رو ریشیپ کن به مثلا هزار در 25 و بریز تو به حالا بیو و بیا شیپش رو بزن آیا این شدنیه میگه بله شدنیه فقط با سینتکس درست بهم بگو اینجوری خب آر شیپ 1000 در 25 ریشه پو اشتباه نوشتم ری جای اسو چه اشتباه نوشتم ری شیپ این هم اشتباه نوشتم کلا غلط املای خیلی داشتم ببخشید عذرخواهی میکنم خب به 1000 در 25 تبدیل میکنه آیا میتونم بگم به جای 1000 در 25 بکن 10 در 2500 بله مادامی که ضرب این دو تا عدد با ضرب این دو تا عددی که این بالا بوده جفتش میشه 25000 میشه تبدیل کرد و نمیتونم بگم تبدیل کن به مثلا 20 در 2500 چی میگه میگه کنات ریشیپ اری که سایز 25000 تا المنت داره به 20 در 2500 اینا الماناش یکسان در نمیاد حالا میتونم بگم مثلا 100 در 25 در 10 بله میشه میشه 100 در 25 در 10 باز الماناش یکسان در میاد آیا میتونم بگم این هر چی شد شد 100 در یه چیزی در 10 میگه بله میفهمم یا بگم مثلا 20 در مثلا منفی یک در 10 میگه بله این 125 باشه اینجا قبول میکنه حالا این منفی یک یعنی خودت استنتاج کن من نمیخوام حساب کتاب کنم که ببینم ضرب اینا در چه حالت میشه 25000 تا خودت ببین اگه این 20 باشه این 10 باشه این عدد باید چند باشه میگه این عدد باید 25 باشه چرا به کارمون میاد چون من میگم نامبر اف سامپل در نامبر اف فیچر نمبر اف فیچر هم میدونم چقدره تو این مسئله 25 نامبر اف سامپل اومدیم و پس فردا روزی رفتم هزار تا دیگه سامپل جمع کردم آیا اگه هزار تا دیگه سامپل جمع کردم این بالا موقع لود کردن که دارم میگم هزار تا اضافه کن به این 2000 تا بردار فقط باید تغییر ایجاد کنم یا باید بیام اینجا هم تغییر ایجاد کنم بذارید مثال عملی بزنم اومدم سمپل های ترین هم بیشتر شده مثلا شده دو هزار تا مثلا میام این پایین میگم آیا اینجا باید بگم دو هزار تا اینجا رو دست نمیزنم خودش بعدم اگه شبیش رو پرسیدم به من میگه که الان سمپلات شده دو هزار تا من از نمیدم تست رو تغییر دادم یا ترین حالا مهمم نیست بیام بالا یه بار دیگه هم که کار اشتباهی نکردم 2000 تا ترین خب با اینا کاری نداشته باشم آ اینجا ریسایزر یادم رفته بود ران کنم خب میگم اینجا هم خودش باید بفهمه دیگه توی مهندسی نرم افزار ما میگیم فقط باید علت تغییر کد تغییر کنه علت تغییر کد چی بود تعداد سامپلام تغییر کرده اینجا ربطی به علت تغییر کد داره نه اینجا که تعداد سامپل تغییر نکرده دیگه اینجا رو نباید تغییر بدم اینجا بحثیه که میخواد ریشیپ انجام بده کاری به تعداد سامپل نباید داشته باشه من یک و میذارم مستقل از تعداد سامپل ها بتونه انجام بده اگه هزار تام بگه هزار در 25 کن اگه 2000 تام بگه 2000 در 25 ش کن خب تو نوت بوک شماره 3 ما با در واقع دیتا ست اعداد فارسی آشنا شدیم توی نوتبیک شماره چهار میخوایم بریم سراغ کلاسیفیکیشن در واقع ارقام توی فریمورک ساکیت